در ادامه حضور والی ها در جلسه کابینه برای رای مشکلات و چالش ها با رئیس جمهور و اعضای کابینه، این بار 6 والی دیگر در جلسه کابینه حضور یافته و در پی آن در یک نشست خبری با رسانه ها حضور یافتند. والی پروان در این نشست از نقش استراتژی این ولایت یاد نموده، گفت ولایت پروان به دلیل اینکه دروازه ولایت شمالی را به پایتخت وصل می کند و هم میدان هوایی بگرام نیز در آن واقع شده، همواره مورد تهدید گروه های تروریستی قرار داشته و از اهداف عمده دشمن به شمار می رود. دفع ترد عملات مخالفین که یقینا پروان چون شارای کابل شمال از او عبور می کند، از 12 ولایت میدان هوایی بگرام هم در اونجا موقعیت داره، همیشه مورد تهدیدات از طرف دشمن قرار داشته و یکی از اهداف عمده برای دشمن می باشه. معصومه مرادی والی دایکندی نیز از بی‌توجهی حکومت مرکزی به این ولایت انتقاد میکند و ایجاد بندهای برق، اسفالت جاده کوتل قناق، ساخت جاده های معیاری در شمار ولسوالی های این ولایت و ساخت و تعمیر دارای ریاست ها را از خواسته های اولیه این ولایت عنوان میکند. نیاز جدی برای اعمار بند برق در ولسوالی شارستان و ولسوالی میرامور بوده. آسفالت سرک کوتل قناق و نبود سرک درجه 2 از مرکز ولایت الی ولسوالی کجران و سنگتخت بود. نبود میدان هوایی جدید در مرکز ولایت دایکندی، کمبود تعمیر اداری برای ریاست ها که تمام ریاست ها را ما یادآور شدیم، کندی در تطبیق سرک دهلیز شمال و جنوب از مسیر دایکندی عبور می کند. با این حال والی هرات نیز از بهره برداری بند سلما در سال آینده خبر می دهد. بند سلما در سال آینده با بهره برداری سپرده خواهد شد. نیاز است که کار اعمار کانال های جدید آبیاری، تسطیح و انبارکاری اراضی بکر و بایر و ایجاد شبکه های برق رسانی در ولسوالی های چشت، اوبه، پشتونزرگون و کرخ ولایت هرات هرچه سریعتر تحت اجرا قرار گیرد. طاهر ظهیر والی بامیان در پیوند به هدف حضور والی ها در جلسه کابینه تاکید دارد رئیس جمهور غنی تصمیم دارد با این کار صلاحیت های بیشتری به والی ها داده شود و تمام ریاست ها و دیگر دفاتر دولتی ولایت به والی مربوطه پاسخگو باشد. نیت و هدف جناب رئیس جمهور از برگزاری نشست های مشترک و دعوت کردن والی صاحبا این هست که تا اداره محترم ارگان های محلی بتواند یک ارتباط منسجم و ارگانیک را در سطح ولایت به وجود بیاورد که تمامی ادارات و ریاست ها پاسخگو به والی صاحبا باشد. بر اساس تصمیم رئیس جمهور کشور هر هفته 6 والی در جلسه کابینه حضور یافته و روی وضعیت ولایات به رئیس جمهور و اعضای کابینه معلومات می دهند.